جعفر ابن علی پسر امام دهم شیعیان و برادر حسن عسکری امام یازدهم شیعیان دوازده امامی است. او پس از درگذشت برادرش گفت برادرش هیچگاه فرزندی نداشته و بنابراین خود ادعا کرد که امام دوازدهم است. جایگاه امامت علاوه بر احترامی که از جانب شیعیان جلب می کرد باعث افزایش نفوذ سیاسی و قدرت هم می شد، هرچند که شیعیان در طول تاریخ همیشه در اقلیت بودند، اما از نفوذ و قدرت آنها نمی توان چشم پوشی کرد. به همین ترتیب جایگاه امامت منصب کمی نبود و علاوه بر نفوذ سیاسی و مذهبی، ثروت سرشاری را هم نصیب امام می کرد و شیعیان ایران و عراق همواره سهم خمس اموال خود را برای امام ارسال می کردند. شاید همین مسئله گاهن باعث می شد فرزندان یک امام سر این موضوع با یکدیگر بجنگند و هر یک خود را امام بخواند، از شیعیان زیدی پنج امامی گرفته که زید ابن علی خود را امام پنجم خواند تا شیعیان اسماعیلی هفت امامی و در نهایت جعفر که خود را امام دوازدهم خواند و منکر مهدی امام شیعیان دوازده امامی شد. پیروان جعفر را جعفریه نیز می گفتند. آنان درباره اینکه او پس از کدام امام به امامت رسیده است اختلاف داشتند. برخی او را جانشین امام هادی و برخی دیگر جانشین امام حسن عسکری می دانستند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول در پاسخ بدخواهان نوشته احمد کسروی، کتاب دوم ارشاد نوشته شیخ مفید، کتاب سوم تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان و کتاب چهارم مهدویت نوشته مرتضی مطهری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. مادر جعفر کنیزی به نام هدق بوده است و برخی نام مادرش را سوسن می دانند. منابع به تاریخ تولد جعفر اشاره ای ننمودند، ولی با توجه به اینکه وی در 45 سالگی و در سال 271 هجری قمری وفات کرده می توان نتیجه گرفت که تاریخ تولد وی در حدود سال 226 هجری قمری بوده است. گفته شده که جعفر برای اینکه امامت خودش را تثبیت کند حاضر شد 20,000 دینار به یکی از کارگزاران دستگاه خلافت رشوه بدهد. بعد از درگذشت امام حسن عسکری امام 11 شیعیان، جعفر خواستار درخواست سهم الارث از اموال او شد، امری که بر طبق فقه شیعه و با توجه به آنکه مادر امام حسن عسکری در قید حیات بود ممکن نبود. این مسئله نهایتاً پس از 7 سال کشمکش میان جعفر از یک سو و مادرش از سوی دیگر با دخالت خلیفه وقت با تقسیم میراث میان مادر و خواهر و برادران او خاتمه یافت. در عراق و کوفه بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان امامت جعفر را پذیرفتند. او بعدها در میان شیعیان 12 امامی به جعفر کذاب معروف شد که این لقب تا به حال نیز باقی مانده است. در منابع شیعه جعفر فردی خطاکار و فاسد معرفی شده. به گزارش شیخ طوسی امام هادی هنگام تولد جعفر از گمراهی افرادی به وسیله وی خبر داده بود. بر اساس این روایت جعفر برای یادگیری سحر و جادو 40 شبانه روز نماز خود را ترک کرده بود. به گفته شیخ صدوق شیعیان جعفر را به شیوه های مختلفی آزمودند.
آنها ادعای امامت جعفر را رد کردند و او را شایسته این منصب ندیدند. همچنین گفتند ملقب شدن او به کذاب به جهت ادعای وارث بودن برای امام 11 و نیز انکار وجود فرزندی برای او بوده است. با این همه پیروانش وی را زکی به معنی پاک و پاکیزه می خوانند. یکی از دلایلی که بسیاری به آن اکتفا می کنند و آن را سند مهم و موثقی می دانند برای آنکه اثبات کنند امام حسن عسکری عقیم بوده و فرزندی نداشته است که بخواهد امام زمان باشد، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری است. زیرا او که برادر حسن عسکری بود، همواره چه هنگام زنده بودن برادرش و چه هنگام درگذشت او ادعا می کرد که حسن عقیم بوده و هیچ فرزندی نداشته است و خود را امام و جانشین او معرفی می کرد و این ادعای او از طرف برخی مردم هم پذیرفته شد. تلاش های جعفر برای به دست آوردن مقام و منزلت و جایگاه امامت در هیچ مرحله ای به ثمر نرسید و وی در اقدام بعدی در صدد برآمد با مکاتبه با شیعیان، اموالی که هر ساله برای پدر و برادرش از طرف شیعیان می رسید به طرف خود جلب کند. در این راستا نامه ای به احمد ابن اسحاق قمی می نویسد و از او اموال اهالی قم را طلب می کند. احمد ابن اسحاق پس از مشورت با مردم قم نامه ای که متضمن چندین سوال بود به نزد جعفر می فرستد و از او جواب آن مسائل را می خواهد و اضافه می کند که این روشی است که گذشتگان ما نسبت به آبا و اجداد شما اعمال می نمودند و در صورت ارائه جواب مسائل اموال را به آنها تحویل می دادند و تو نیز اگر جواب مسائل را بگویی ما اموال را به سوی شما ارسال خواهیم نمود. پیک قمی ها به سوی جعفر رهسپار می شود و مدتی نیز در آنجا اقامت می کند ولی هیچ گونه جوابی از جعفر نمی گیرد. پس از آنکه جعفر به نزد خلیفه می رود تا به این طریق اموال را تصاحب کند ولی موفق به آن نمی شود، جعفر در نامه دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده است که پس از برادرش قیم و متولی امور است و علوم حلال و حرام و آنچه بدان نیاز است از تمامی علم ها نزد اوست. جعفر عمر کوتاهی داشت و در سال 271 هجری قمری در سامرا درگذشت و در خانه پدرش دفن شد. پس از درگذشت جعفر برخی از پیروانش به فرزند او ابوالحسن علی که نقیب ارشد سادات بغداد بود رجوع کردند. برخی دیگر معتقد بودند که امامت میان ابوالحسن و خواهرش فاطمه تقسیم شده و پس از آن دو به دیگر بازماندگان جعفر رسیده است. مورخین درباره عاقبت کار جعفر ابن علی دو نظر دارند. ادعی بر این باورند که وی تا پایان زندگی بر ادعای خود پای فشرد و همچنان خود را امام می دانست. اما برخی دیگر می گویند که وی از دعوت خود دست کشید و توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از جعفر کذاب به جعفر تائب برگرداندند.